کارگردان و بازیگر شدن نیلی افشار و رفاقت سارن با نیلی و حاشیه های این دو تکنسین مجازی و همچنین بیرون انداختن نسیم از آهنگ پویان مختاری و پشیمونی نسیم از این که چرا با زد بازی به خاطر پویان به هم زده. بیا اینو بخور، کریم بخوریش. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همونطور که میدونید نسیم یکی از خواننده هایی بود که خیلی زود با گروه زد بازی معروف و خب بیشتر کارا رو افرادی مثل علیرضا جیجی و مهراد هیدن جلو میبردن و همکاری با اونا برای نسیم خیلی خوب بود، ولی خب توی یکی دو سال اخیر نسیم کمی از گروه زد بازی فاصله گرفت و دلیلش هم این بود که میگفت زد بازی کنسرت گذاشته و من به عنوان خواننده حضور نداشتم و از اون طرف هم جیجی و سیجل میگفتن که برنامه گذار خودش خواسته که نسیم نباشه. خلاصه همه اینا باعث شد یه درگیری بینشون پیش بیاد تا اینکه دوباره داشتن با هم خوب میشدن که یهو نسیم رفت پیش پویان مختاری، اونم درست وقتی که پویان با نیلی به هم زده بود و با ریحانه جوجه بازی میکرد. اینجوری بود که نسیم با پویان رفاقت کرد و چند تا آهنگم با هم ساختن و همینا باعث شد که دیگه نسیم هیچ راه برگشتی به زد بازی نداشته باشه. و اما حالا قرار بود توی چند روز آینده یه آهنگ از نسیم و پویان مختاری بیاد بیرون که گویا بینشون درگیری شده. پویان نسیم و از آهنگ انداخت بیرون و گفت نسیم از آهنگ لوکو حذف شد. لوکو به همراه سوزی میاد بیرون هفته ی آینده دوشنبه. آهنگ هشتگ پشمک آخرین آهنگ منه که با یه ایرانی فیت میدم، چون واقعا در حد و اندازه نیستن هیچ کدومشون، نه مجازی، نه واقعی، نه معرفتی، نه شعوری، نه موزیکی، نه هنری. آهنگ آهای گل به تنهایی دنیا رو ترکوند، آهنگ لورکم همینطور و همچنین پرشه و خب کارای دیگه. چه نیازه الکی یکی دیگر رو بیاریم شاه کنیم؟ کجا نسن اینا؟ پوریا ارشدم دارم میخونم باهاش، هم دوست قدیمیه، هم ارزش داره، هم رپر قدیمیه و هم بختیاریه و جنوبی، معرفت و شعورش هم بالاست. از این به بعد با هیچ آرتیست ایرانی کار نمیکنم، چون دور از جون دوستام یه مش چیز مشنگن، همشون فاز عجیب ور میدارن. یارو رو میاریم میکنیم تو مرکز توجه و کلی آتنشن به سمتش میاد، بعد میاد فاز برمیداره فکر میکنه اینا از طرف اون بوده. بابا کسی نگاه نمیکنه شما رو، چرا نمیفهمید؟ من بخوام همین الان کل اینستا و یوتیوب و تمام پلتفرمای مجازی رو با آتیش میکشم، با این که پیجم پریده. تو 24 ساعت میتونم یه پیج رو از صفر بیارم بکنم 2 میلیون، نه اینکه بخرم، چون این منم. من کیم؟ پویان مختاری. تو کی؟ چی میگی اصلا؟ با کی کار داری؟ میخندن تو روتون، پررو نشید بابا جون ناموستون، بکپید یه گوشه نون و ماستتون رو بخورید پشمکا، واقعا که موزیک هشتگ پشمک برا زندتونه. منو ول کنن تو جزیره تک و تنها 6 ماه، بعد اون جزیره رو تبدیل میکنم به بهشت روی کره زمین و سلطنت پادشاهیمو راه میندازم اونجا، ولی شما رو ول کنن اونجا 3 روز بعد جنازتون رو کفتارا میخورن. اینقدر کسخل نباشید، یکم واقع‌بین باشید، چون واسه خودتون خوبه دیگه. وقتمو صرف شما نمی‌کنم، گفتن یارو گفتم، بقیه‌شو تو کار نشون میدم. بله خلاصه اینجوری شد که نسیم از آهنگ پویان بیرون انداخته شد و هم زد بازی از دست داد و هم حاشیه هاش با پویانو. حالا باید دید که ارزششو داشت که پویانو به مهراد هیدن و زد بازی ترجیح داده یا نه. و اما از اون طرفم نیلی هم یه فیلم کوتاه منتشر کرده که تقریبا جز خودش هیچکی هنوز نتونسته معنیشو درک کنه. چیزی که جالب اینه که این فرد به هر طریقی شده معروف شده و یه جوریه که الان معروفه و یه پیج پر مخاطب داره و حالا نمیدونه که اصلا باید چیکار کنه. در واقع الان این فرد مونده و کلی مخاطب و هیچ هنری هم که وجود نداره. البته اعتماد به نفسش بالاست و قبلا هم خودش رو به عنوان کارگردان یکی از موزیک ویدیوهای پویان معرفی کرده بود. بله و حالا هم که توی یه فیلم کوتاه نقش آفرینی کرده و اون وسط هی میفته زمین و هی پا میشه. البته شاید منظور این فیلم کوتاه اینه که خیلی خیلی خوب نیلی میتونه زمین بخوره.
بگذریم. خلاصه نیلی به زودی موزیکشو هم با کمک سارن ساخته و منتشر میکنه و باید دید که چی عذاب در میاد. حالا از اون طرف هم سارن یکی از خواننده هایی بود که رادیو جوان معرفیش کرد و اونم با خوندن و کاور کردن آهنگای امیر تتلو پیجش رو کشید بالا و تونست با رادیو همکاری کنه و بعدش هم که میدونین قرار بود که با تتلو همکاری کنه که تتلو اومد و توی کانالش نوشت برای همکاری کردن با من باید به هم چیز بدین که سارنم گفت که من چیز بده نیستم و خلاصه چیز نداد و اومد و همین ماجرا رو رسانه‌ای کرد و گفت که تتلو میخواست منو چیز کنه. خلاصه وقتی که سارن این حرفا رو زد خیلیا بهش گفتن دمت گرم که این کارو نکردی و تو دختر سنگینی هستی، تا اینکه یهو از خونه نیلی سر در آورد و الان شده رفیق شیش نیلی و کلا رفته تو اون فاز و تازه مشخص شده سارنم هم فاز نیلیه که باهاش رفاقت میکنه و همین ماجرا باعث شد خیلی از طرفداراشو از دست بده. البته رفاقت سارن و نیلی به این شکل بوده که بهش گفت که بیا به هم خوانندگی یاد بده و اونم رفته هم پولشو میگیره هم خوانندگی یاد میده و هم برای خودش تولید حاشیه میکنه و حسابی میاد تو چشم. خلاصه با این رفاقت سارنم رفت تو فاز شاخهای مجازی و چون خودش اول راه بود همینجوری به جامعه معرفی میشه. حالا نظر شما در مورد این ویدیو و خوانندگی و کارگردانی نیلی چیه؟ فکر میکنید میتونه به پای بازیهای بانو الکسیس برسه یا نه؟ و همچنین فکر میکنید ارزشش رو داشت که نسیم با پویان همکاری کنه و از زد بازی جدا شه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و ساب یادتون نره و حتما چنل دوم رو هم ساب کنید که توش کلی ویدیوهای کاملا متفاوت با اینجا آپلود میکنم. پس یادتون نره حتما بهش سر بزنید و عضو شید و زنگولرم بزنید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی هم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.